ما تو این جهان چه کار میکنیم؟ آیا واقعا خدایی هست؟ اگه هست چرا داریم اینقدر رنج میکشیم؟ اگه هم نیست دیگه زنده بودنمون چه فایده ای داره؟ هستی یعنی چی؟ اگه واقعا خدا وجود داشته باشه آیا در موقع سختی های زندگی ما مورچه ایم و خدا یه پسر بچه شرور ذره بین به دست؟ از شما میخوام برای چند دقیقه هم که شده دست از کار بکشید و به سوال من دقت کنید. سوالی که تا حالا کسی نتونسته جواب درستشو بده. مفهوم زندگی چیه؟ و ما چرا زندگی میکنیم؟ درست یادم نیست که اول بیدین شدم و بعد با مفهوم زندگی آشنا شدم یا اول با مفهوم زندگی آشنا شدم و بعد بیدین شدم. اصلا گیریم مفهوم زندگی رو فهمیدیم. این زندگی چه ارزشی داره برامون؟ زندگی انسان. موضوعی که مهمترین دغدغه انسان از اول تا همین الان بوده. ستاره شناسا میگن زندگی انسان فقط لحظه ای ناچیز در خط سیر زندگی یک ستاره است. جغرافیدان ها میگن تمدن چیزی نیست جز دورانی کوتاه و ناپایدار میان عصر یخبندان و زمان حال. زیست شناسا میگن زندگی جدال و جنگ و تنازع بقا بین افراد، گروه ها، ملت ها و انواع جاندارانه. تاریخ شناس ها هم گفتن پیشرفت پنداری است که شکوه و افتخارش ختم به نابودی و نیستی می شود. انقلاب صنعتی خانه را نابود کرد و کشف داروهای ضد بارداری، خانواده، اخلاق و شاید ادامه نسل را نابود کند. عشق به پدیده ای مادی تجزیه و تحلیل میشه و ازدواج هم به یک آسایش روانی موقت. دموکراسی به فساد دچار شده. رویاهای جوانی ما در مورد آن آرمان شهر سوسیالیستی با این حرص و طمع سیری ناپذیری که توی آدم ها میبینیم هر روز داره بیشتر رنگ میبازه. هر اختراعی قدرتمندا رو قوی تر میکنه و ضعیف ها رو ضعیف تر. هر روال ماشینی جای انسان رو میگیره و به ترس و وحشت از جنگ دامن میزنه. خدا که روزگاری تسلی خاطر زندگیامون و پناهگاه امنی در رنجها و مشکلاتمون بود ظاهراً از صحنه ناپدید شده. هیچ تلسکوپی، هیچ میکروسکوپی هنوز نتونسته خدا رو کشف کنه. خدا شده ورد زبون هر مرد و نامرد. خدای متعال همینطور حرف میزد، در واقع زبان من بود، حرف خدا بود. ما همه سرباز توییم خمینی.
ما همه سرباز خدا هستیم انشاءالله. نه تو سرباز منی، نه من سرباز تو. خدا شده ابزاری برای سوء استفاده از ایمان و باور صادق ترین آدم ها. زندگی انسان در اون چشمنداز فراگیری که فلسفه نام داره مثل تکثیر نامنظم حشرات بر روی زمینه. بیماری بزرگی که باید زودتر براش چاره ای اندیشید. در این زندگی هیچ چیزی به جز مرگ قطعی نیست. فلاسفه میگن بزرگترین اشتباه بشریت کشف حقیقت بود. کشف حقیقت ما را آزاد نکرد مگر از پندارهایی که تسلیمان میداد و از قیدهایی که حفظمون میکرد. کشف حقیقت ما را خوشحال نکرد چون حقیقت زیبا نیست. حقیقت شایستگی این رو نداره که با این همه شور و اشتیاق دنبال بشه. حقیقت هر دلیلی رو برای وجود داشتن از ما گرفته، به جز لذت‌های لحظه‌ای و امیدواری‌های زودگذر. این وضعیتیه که علم و فلسفه برای ما به وجود آورده. دین پاسخ یکی از نیازهای انسانه، نیازی که انسانها احساس کنن که زندگیشون ارزش داره و زنده بودنشون بیهوده نیست. با پیشرفت علم زندگی انسانها از یک نمایش روحانی به واقعه ای زیستی تبدیل شده و زندگی به میان پرده ای میان تولد تا مرگ تقلیل پیدا کرده. انسان از چشمانداز علم موجودی خرد و حقیره و ایمان خودشو از دست داده. امید و ایمان جای خودشون رو به تردید و ترس دادن. در عصر جدید علم جای الهیات رو گرفته. با علم ثروت به دست میاد، حقیقت هم به دست میاد، حتی آزادی هم به دست میاد. علم انسانها رو از قید و بند خرافات آزاد میکنه و اونها رو برای دموکراسی آماده میکنه. البته علم کارهای خطرناکی هم انجام میده و به نتایج خطرناکی هم رسیده. علم کشف کرد زمینی که تا همین چند وقت پیش فرش خدا و خانه عیسی مسیح بود، الان فقط یه سیاره کوچیکه که به دور خورشیدی کوچک میگردد. دیرین شناسان به این نتیجه رسیدن که 1,000,000 نوع حیوان در طول 2 دوره زمین شناسی روی این سیاره زندگی کردن و از بین رفتن، بدون اینکه بجز اندکی استخوان و اندکی فسیل چیزی از خودشون به جا بذارن. و شاید ما هم یکی از اونا بشیم. با محکم شدن جای پای علم در زندگی ما، انسان‌ها کم کم از این باور که مرکز و قله عالم انسان‌ها هستند فاصله گرفتند. از نظر علم انسان یه موجود ضعیف و حقیره که برای بقا تلاش می‌کنه و در نهایت در عجز کامل می‌میره. علم پیشرفت کرد و انسان بارها و بارها به درجه توحش و بربریت نزول کرد. Meine Arbeit für richtig hält, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin. با پیشرفت علم همه چیز پیشرفت کرد غیر از خود انسان. سرنیزه و گرز و تبرزین جای خودشو به توپ و تانک و موشک و کلاهک هسته‌ای داد. انسان هنوز همون انسانه، همون وحشی سابق. انسان شعار سوسیالیسم و برابری سر داد و خواست یه آرمان شهر بسازه که برابری در اون موج میزنه. اما ازدیاد امکانات رفاهی فقط یک چیز پنهان انسان رو برملا کرد: ذات حریص. ذات حریص انسان ها. با بیشتر شدن امکانات رفاهی انسان هم حریص‌تر شد. خدا همیشه طرف توپ و تانک های بزرگتر و ارتش های
قوی تر بوده. شکوه و عظمت اروپای امروز با سلاح‌های دیروز به دست اومده. علم ثابت کرد. آسمانی که روزی وعدگاه سعادت جاودانه بود، امروز فقط یک فضای تاریک، سرد و خالی است. و ابرهایی که روزگاری گمان می رفت فرشتگان در بین آنها پرواز می کنند، بخارهای آبی هستند که طی یک فرایند طبیعی و ساده جا به جا می شن. به این نتیجه می رسیم که آن کس که بر دانش خود بیفزاید، بر اندوه خود می افزاید. برگردیم سراغ سؤال اصلی. مفهوم زندگی چیست و ما چرا زندگی میکنیم؟ سحرآمیزترین و عمیقترین قدرتها، احساسات، مفاهیم و ارزشها را باید در طبیعت یافت. جایی که ضعیف و قوی به یک اندازه میتونن ازش لذت ببرن. یکی دیگه از مفاهیم زندگی که نظر شخصی خود منه و شاید احمقانه به نظر بیاد، کاره. کار، دستاورد، موفقیت. حس پیروزی به زندگی معنا میده. حس پیروزی که بعد از غلبه بر چندین حس ترس به وجود میاد. گنج واقعی در میل و اشتیاق به موفقیت و رسیدن به شادمانی. راستی، ما حقیقت رو کامل کشف نکردیم. قسمتی از حقیقت برای ما روشن شده و هنوز تا درک کامل حقیقت خیلی فاصله داریم. همینطور مفهوم زندگی نسبیه. در واقع خیلی از تعاریف واژگانی هستند که بیشتر جهل ما رو تعریف میکنن تا معنا و مفهوم زندگی و حقیقت رو. بیاین خیلی اخترشناسان رو جدی نگیریم. اونا نمیدونن دقیقاً سیاره ما از کجا اومده، نمیدونن دقیقاً کی متولد شده و نمیدونن دقیقاً کی میمیره. هر چی که تو الان گفتن حدسیاتشون بوده. فیزیکدان‌ها رو هم جدی نگیرید. اونا هم هنوز نفهمیدن ماده دقیقاً یعنی چی. زیست شناسا هم نمیدونن حیات دقیقاً یعنی چی. روان شناسا هم نمیدونن هوشیاری دقیقاً یعنی چی. پس ما باید یاد بگیریم که حتی به دانشمندها هم شک داشته باشیم. درسته که دموکراسی نتونسته خودش رو به طور کامل از گزند فساد دور نگه داره، ولی هیچ حکومتی در طول تاریخ نتونسته به اندازه دموکراسی رفاه رو برای مردم فراهم کنه. مفهوم زندگی در خود زندگی نهفته است. طبیعت در نهایت ما رو از بین میبره. حق داره که از بین ببره، چون خودش ما رو به وجود آورده. این ما ایم که هرگز حق نداریم خودمون رو از بین ببریم. من راهی رو تو این جنگل سراغ دارم که تو رو غرق در طبیعت میکنه و بهتر از تمام دلایل و برهانهای تمام کتابهای فلسفی تو رو از تسلیم شدن باز میداره. پس من زندگی میکنم، به همون دلیلی که مرغ روی تخم مرغهاش میخوابه، به همون دلیلی که کره اسب بعد از به دنیا اومدنش سعی میکنه روی پاهای خودش وایسته. من زندگی میکنم به همون دلیل که قوها آواز میخونن و نهنگها خودکشی میکنن.